قربونتون بزن. حالا میریم با هم یه خرید میکنیم. چه آورد؟ الو. چه آوردن؟ عاشق وقتی هم بسته میان. تو هم همین؟ آره. بعد نه من میشه دوست دارم وقتی مثلا علی نمیدونم چی از سورپرایز من تو یه چیزی سفارش میدم از گیم نمیدونم چی تو نمیگم الان چیزایی که سفارش دادم باز بگم بس حد بزنم هم سمنو برای عید سفارش دادم ممکن اونه آره هم یه قطره از این اسنشیال اویلا بس تو مزه است این اشنتی نه بس سوف چشه آها از این چیزا از انگور خشک انگور هم کشمش میده انگور خشک این چه هم سمنه از همین هست که پارسال گرفته بودم خیلی خوشمزه است این سمنش نازلی اصلا حقم یه جا قایم کن چون و یعنی من میخورم برای حفظه نمونه نازلی حقم داره بنده خدا میگه یه خوره حالا هوای عید ندارم امسال ولی خودت هم از یه طرف تدارکات میگه نه اونجا ندارم توی یخچال بذاریم این کتاب رو من پارسال خریده بودم نه اونجا خونه اون خونه بودیم خیلی کتاب با مزه میگه 101 کاری که من اینو میرم میدم به بچه و تو توضیح بده اصلا برای چیه چی هست چی توشه این قسمتش که میگه چیز جالب بچه هم تو باقچه پیدا کنم بعد مثلا 101 اکتیویتی که بچه ها میتونن توی بیرون از خونه مثلا یه جایی که باغ و باغچه یه چیزی هست بکنن بعضی هاش پرکتیکال بعضی هاش پرکتیکال نیست نمیدونم گفتم حالا که این خونه باغچه داری هر روز یه دونه از اینا رو در بیاریم و بدیم بچه ها ببینیم چیکار میتونن بکنن باهاش همسایه هامون هیچ کدوم بچه هاشون نیستن امروز روز تعطیله بچه ها دارن همینجوری دور خودشون میچرخن بعد سیامک به فکرش رسید که یه سرگرمی اینجوری براشون درست کنه که یه خور سرگرم بشن من برم این خوراکی اشانتیان رو امتحان کنم کتابه اینه حالا اگه ترکیه هستی تو خیلی توصیهش نمیکن قدرا به درد بخور نیست ولی خب بدم نیست گفتم اش با سمنو که اشانتیون آوردن از این چیز هست از این کشمش های خیلی بزرگ همش هسته یه بازارچه خیریه رفتیم تو ایران توی پارک گیاهشناسی یادته؟ خب نه بعد آقاه از این کشمشای گنده میفروخت گفتش که تمام خاصیت اینا توی هستشه یعنی هستشو نباید در بیاری هستشو باید خرج کنی بجوری میگفت چی داره اومگا 3 باهوش آها به بچه‌ها میگفت این بچه‌ها بامزه است پشت تو میگفت این بچه‌ها رو باهوش می‌کنه خلاص الانم میگی که دوست دارم هستشو هستشو بدیم ببینیم بچه ها میخوام 100 سال بچه ها برایت معلم گفته خوش هم میبده تنگیشون به ما رفته 100 سال از موهام توی فیلم ها خسته شدم آخه تکراری شده موهام میخوای برایت کوتاه کنم یه چیز نه یه آره بذار رای بگیریم که موهام رو کوتاه کنم یا نکنم یا مثلا رنگش رو عوض کنم یا نکنم اون عکسشو بذار که من برات کوتاه کردم خب همه دیدن دیگه اون موقع واقعا قشنگ شده بود ولی ولی میدونین چیه موی کوتاه میخورده هی باید کوتاه و مرتب نگهش داری و اگه بخوای بلندش کنی دیگه همینجوری میشه دیگه مثلا الان بلند کنم ولی خیلی این وسط تایم نمیگذره این اندازه وسط یه خورده موی کوتاه گرفتاریش اینجوریه ولی خب واقعا قبول دارم موی شیک‌تره راحت‌تره رسیدگی بهش راحت‌تره چون رنگ کردنش خب خیلی راحت‌تره برام ما از موهام یه خورده جون شده و دوباره جاها بهم بگی یعنی نظر بده بچا یادتونه تو اون خونه یه میز کار من برای خودم درست کرده بودم یادت هست تو؟ میز کار اینجام اینه این صندلیه که اینم چیزمه اینم میز کنار دستم که چایمو میذارم روش
البته اونجا هم میذارم بزن. این صندلی هم که خب صندلی معروف شیردهی مونه همه میدونین. بعد فقط این زیرش، این کوشین زیرش خیلی خراب شده بود. یه دفعه که رفته بودیم آیکیا، اینو گذاشته توی اون قسمتی که توی آیکیا مثلا چیزا رو میذاره، یه سری محصولات حراجی میذاره دیگه. بعد خیلی قیمتش خوب بود و دیدم اندازه‌شون دقیقا همون اندازه‌ایه که من میخوام. حوصله نداشتم خود این مال خود این مبله رو بدم حالا توشو پر کنن و اینا، واسه اینو خریدم. این صندلی الان شده صندلی من. اینجا این صندلی راکینگ چیر رو بهش میگن چی؟ بابا کلتو، دده کلتو، یا هر چیزی، یعنی مبل پیرمردی مثلا. ولی این مبل منم هست. بعد لپتاپ هم معمولا اینجا میذارم، وقتایی که کار میکنم هم میذارم رو پام. خلاصه این گوشه شده گوشه میذار کار من. هم میدونم خیلی منتظر تور خونه این، حالا اگر یه روزی تور خونه گرفتم مثلا همجوری جزئیات گوشه کنار اینا، زیادم جزئیاتی نداره خونمون، ولی اینا رو براتون داستانش رو تعریف میکنم. ولی نمیدونم چرا این تور خونه گرفتن یه خورده برام سخت و تلس شده انگار. دلیلش رو میدونم، و دلیلش اینه که فکر میکنم که مثلا باید یه موقعی یه ساعت تور ویدیوی تور خونه رو بگیرم که همه چی سر جاش باشه، مرتب باشه خونه، ترتمیز و اینا. بعد ولی از اونجایی که ما بچه داریم، بچه‌ها همش در حال جابجا کردن وسایل و ریخت و پاش و اینا، خیلی پیدا کردن اون روز ایدئالی که همه چی سر جاش باشه، امکان ویدیو گرفتن باشه، راحت نیست. واسه همین یه دلیل دیگه هم که تا الان نگرفتم بود که خورده مثلا یه گوشه کناری کسری مسری یا یه چیزایی می‌خواستم اضافه کنم و اینا، ولی الان دارم فکر می‌کنم که بدم نیست، اتفاقا با همین نقصیات و ایناش بگیرم هم بد نیست که بعدها خب ما قراره که حالا توی خونه زندگی کنیم دیگه، قطعا در طی زمان یه چیزایی بهش اضافه می‌کنیم، یه تغییر تحولاتی پیدا می‌کنه، بعد اون روندش هم میشه آدم ببینه و شاید جالب باشه. میگیرم تو فکرم خلاصه هست. میدونم خیلی از قبل گفتم، از چند ماه پیش که اومدیم این خونه گفتم و هنوز عملیش نکردم، ولی میکنم. شاید این ماه گرفتیم ایشالله. الان داشتم سریال نگاه کردم بهتون نشون دادم. بعد من معمولا یه کاری که میکنم که مثلا سریال دیدن خیلی هم دوست دارم و وقتی دارم انجامش میدم متوجه شدم که یه ته فکرم نه حالت عذاب وجدان دارم، از مثلا دارم آدم غیر مفیدیم، دارم یه کار مثلا بتالت میکنم یا از وقتم خوب استفاده میکنم، چیزی یاد نمیگیرم. بعد حالا خیلی وقتا خودم اینجوری گول میزنم که خدا دارم سریال نگاه میکنم، سریال ترکیه و برای زبان ترکی خوبه. ولی پریروزا یه دونه از این گفتگوهای دکتر هولاکویی رو میشنیدم که یه حرف جالبی داشت میزد. میگفتش که ما خیلی وقتا فکر میکنیم که تنها کار مهمی که اومدیم به این دنیا انجام بدیم اینه که درس بخونیم. خیلی ها اینجوری هست و اونم ناشی از فرهنگ ماست توی ایران دیگه. خیلی میدونین الان دارم چی میگم. خیلی از پدر مادر از بچگی تو گوش ما خوندن که تو تنها کاری که باید بکنی درس خوندنه و ما هم همه امکاناتو برات فراهم میکنیم، تو هیچ کار دیگه لازم نیست بکنی. مثلا شاید خیلی از شما هم تجربهش داشته باشین، تو نسل ما که اینجوری بود مثلا من یادمه که خیلی کوچیک بودم به مامانم گفتم که نقاشی کردن دوستان من رو بفرست کسی نقاشی، نگفتش که نقاشی تو رو از درس میندازه. نه مثلا و نرفتم هیچ وقتم و آخرم نفهمیدم که واقعا استعدادی داشتم یا نه، یا مثلا موسیقی یا مثلا ورزش. تخصص هیچ وقت اولویت نبودش، یعنی این چیزا رو خیلی از پدر مادرها، یعنی مثلا تو فرهنگمون هست دیگه، مثلا به عنوان یه فان یه تفریح جانبی برای بچه‌ها می‌بینن. اکثرا میگن تو اگر که درست خوب باشه و درست تو خوب بخونی و اینا آدم موفق میشی، و خب حقیقتا هم
توی رقابتی که مخصوصا زمان ما تو نسل ما برای مثلا کنکور قبول شدن بود، خب واقعا یه موفقیت عظیمی بود. یه کسی که میتونست مثلا رتبه خوب تو کنکور بیاره و دانشگاه خوب قبول بشه و اینا، ولی اون کسی که اینقدر درس خونده بود که میتونست یه دانشگاه خوب قبول بشه، واقعا معنی زندگی واقعی رو درک نکرد و زندگیش کاملا تکبادی بود. اینا حرفایی بودش که دکتر هلاکویی داشت میزد و من دیدم چقدر درسته. خیلی از آدم ها هستن الان 40 ساله 40 خورده ساله و ورکوهالی کرد، فکر میکنن که فقط باید کار کنن، فقط باید نمیدونم حالا هی مدرک درسیشون رو ببرن بالاتر. من خودم خیلی از نزدیک یکی از این آدم ها رو دیدم و شناختم و وقتی که یه وقت خالی پیدا میکنن واقعا نمیدونن چی کار کنن. یا مثلا اگر که یه تفریحی بهشون پیشنهاد میشه که بیا بریم یه تفریحی بکنی، اونو رد میکنن و میگن که نه اصلا من الان باید یه چیز بخونم، باید یه مثلا یه مقاله بخونم حتما تا احساس کنه که تو خودش که آدم مفیده. اینا کسایی هستن که هی از بچگی بهمون گفتن که درس تو فقط درس. من یادم خب خیلی این گله رو بارها تو فیس تو فیس از مامان و بابا کردم، مخصوصا مامانم که مثلا من تو خونه دبیرستانی بودم، یادم میگفتم که مثلا بذارین منم مثلا تو نظافت خونه مثلا کمک کنم، مامانم همیشه میگفت نه جارو رو بده تو فقط برو درس بخون. که اینم شدش که مثلا من واقعا وقتی ازدواج کردم اصلا هیچی از کار خونه، از آشپزی اینا بلد نبودم و واقعا دلخور بودم از این که چرا مامان من علاوه بر این که خب تو فقط درس خون، درس زندگی و زندگی و چیزای عادی و روزمره، مهارت‌های زندگی عادی رو بهمون یاد نداده. حالا من مامانم رو نمیخوام زیر سوال ببرم، مثال میذارم برای اینکه میدونم خیلی ها فشار اجتماع هم هست، این حالت فرهنگی و تو جامعه ما خیلی از پدر و مادر رو داشتن و شاید الانم امیدوارم دیگه الان نباشه ولی شاید الان باشه. من گفتم که کسایی که شاید همسن و سال ما و پدر و مادرن خودشون یه خورده به این موضوع فکر کن. و خلاصه حالا میخوام اینو بگم، این ناخودآگاه من هم اینطوری بود تا چند روز پیش و این حرفای هلاکویی رو که شنیدم از اون روز به بعد واقعا دیگه عذاب وجدان ندارم. خب یه وقتی آدم لازم داره که هیچ کاری نکنه، سریال نگاه کنه، اصلا با لذت سریال نگاه کنه. ما نیومدیم تو این دنیا که همش یه چیزی یاد بگیریم، همش یه کار مفید کنیم، همش احساس کنیم امروز من پروداکتیو بود. من خب خیلی میافتم توی این گرداب پروداکتیو بودم امروز یا نبودم و حالا از حالا به بعد تمرین کنم که خورده از خود بیکاری هم لذت ببرم. خب نظر تو چیه؟ باشه گفتم اینم با تو شیر کنم که بدونید. حالا من چون مثلا توی اینستاگرام حالا فعالیت میکنم، توی یوتیوب مثلا ویدیو میذارم، یا حالا یه وقتی از کارهایی که کار مفیدی که میکنم مثلا مدیتیشن میکنم، حالا راجع به ورزش کردن میگم و اینا، همه ممکن فکر کنن که این حس بهشون دست بده که وای مثلا اگر هم پیش زمینه این ذهنیت داشته باشه که آی مثلا نازلی همه کارش مفیده ببین من چرا مثلا اون نیستم. ولی گفتم حتما بهتون بگم واقعا یه بخشی از زندگی منم کاملا خالیه، یعنی هیچ کاری نمیکنم. ساپورت کنم مثلا نازلی بعضی وقتا مثلا چرا از شو که داره فیلم نگاه میکنه من بهم میگه چه اینجوری نگاه میکنم برای تو دیگه چی نگاه میکنم انگار مثلا من چرا دارم مثلا من دارم مثلا چون دارم بچه میبرم یا خرید یا برم میگم یه جوری دیگه نگاه میکنم انگار من چرا دارم مثلا من بهش میگم نه این تصویری که تو الان از خودت تو ذهن خودت درست که اتفاقا من برام هیچ مشکلی نداره. الان تو احساس میکنی دوستش سیال میبینی، اتفاقا دوست دارم، من دوست دارم هر کسی این تراما دیگه، این آسیبیه که من تو ذهنم دارم. اصلا تو الان بشون تلویزیون دیگه کن، اصلا موزیکتو گوش بده، اصلا هیچ من حتی با بچه ها من همینطورم. هر از گاهی مثلا یه خوری مثلا میبینم که حالا دلم هم که فکر میکنی یا تو حیات برای خودش راه میره، اول میخوام میگم برو تو بازی کن، بعد میگم خب چرا نه الان داره برای خودش راه میره، داره فکر میکنه. یعنی میدونی ما تعریف درستی از پروداکتیویتی یا اصلا میدونی اسمشو
میذاری مثلا چه میدونم تو مثلا فکر میکنی داری سریال نمیکنی ازش بیکاریه، نه چرا، هر کسی باید این ارزش رو به خودش بده، بدنت مغزت اون لحظه اینو میخواد، همه چیز همیشه خودتون مهمه. دقیقا همین که نازلی گفت، شاید هیچ کس نگه یا خیلی کم آدمایی که بگم، مخصوصا الان توی دنیایی هستیم که سوشال نتورک وجود داره، این فشار بیشتره که شما اصلا میبینی آه تو اینستاگرام طرف صبح این کارم کنه احسن این کارم کنه، ولی نمیدونن که، یعنی نمیدونم شما نمیدونن، بعضی ها نمیدونن که حالا توی مثلا مبارزه ذهنی با خودشه که آیا من آدم پروداکتیوی هستم یا نیستم، اینو نگاه میکنه این حالا داره ورزش کنه، این حالا رفت سر کار، این فلان، ولی شاید این یه چکیده یا چهار روزش باشه. خیلی نکته مهمیه، یعنی این فشار از ذهنتون بیاین بیاین، چون قبلنا خب این نه اینستاگرام بود نه یوتیوب بود نه چیزی، خب یه چند نفر اصلا اطرافیان گیر میدادن مثلا چقدر فلانی یا فلانی حتی داره که روزنامه میخواد، بابا داره روزنامه میخواد چی کارش داری؟ در نتیجه الان هم بیشتر این چیزهای نگاه میکنه آدم اوه این نگاه که این ورزش که این فلان چیه؟ حالا کوی میگفتش که نگاه بگه یه روزی من یه کاری توی آموزش پرورش حتما مثلا هفته 15 ساعت ورزش توی مدارس میذاشتم تو برنامه، بخاطر اینکه واقعا اونم همونقدر مهمه، یعنی که میگفتم اجباری هر کسی باید یه آلت موسیقی یاد بگیر، به خاطر همین منم خیلی نشستم بهش فکر کردم و خب همین میگم خاطرات بچگی خودم و ذهنیتی که تو من این چارچوب فکریم شکل گرفت و اینا به سیامک گفتم، گفتم ما حتما باید اینطوری نباشیم دیگه، و تصمیم گرفتم که 100% خب ما خیلی از وقتی اومدیم اینجا مخصوصا برای آموزش هیلا همه تمرکزمون رو اینه که زبان ترکی رو خوب یاد بگیره، درس زبان ترکی، و نگرانیم که این زبان ترکی مثلا یه وقت تو درساش مثلا عقب نگهش نداره، نه یه خورده فکرمون پرت شده از این که مثلا یه رشته ورزشی هم حتما بفرستیمش یاد بگیره، یه موسیقی یاد بگیره، نشستیم برنامه‌ریزی کردیم برای هر دو تاش که حتما در اولین فرصت یه کلاس، حالا خوبه هیلا مثلا نقاشی رو میکنه، یعنی اونو به عنوان ما هم جلوشو نمیگیریم که بگیم آی نقاشی نکن وقتت بذار درس بخون، ولی خب باید چیزای دیگه هم اضافه کنیم از کارهای معمول زندگی، نه فقط درس. ما میخوایم پیدا کنیم که چی دوست داره، نمیخوایم از این کارهای کلیشه ای انجام بدیم، حتما کلاس موسیقی بره، حتما کلاس فلان بره، نه میخوایم پیدا کنیم کدومش علاقهش بیشتره و همونو مثلا یه همچین تصمیم میگرفتیم که ادامه دارم باشه، واقعا هم گفت درس، آدمی که درس تو درس موفق باشه تو زندگی هم موفقه، واقعا اینجوری اصلا تو جوابای پیشرفته مثلا من اون دفعه که ویدیو هم گفتم مثلا تو آلمان مثلا که خیلی از کشورها بعد از راهنمای دبیرستان اصلا براتون مشخص میکنن که چیکار باید مثلا چی بود گفتم فاخوخشوله بود چی حالا مدرسه فنی برید، هر کسی، یعنی آخه یکی از دلایلش هم اینه که جامعه ها ارزش قائلن برای هر شغل و کاری، ما تو مملکت هم الان داره بهتر میشه، ولی قبلا اصلا به ارزش قائل نبودیم برای کاری که جزئی از این باشه که خارج از تحصیلات آکادمیک باشه، طرف مثلا اگر کافی شاپ مثلا زمان ما من خیلی ایده داشتم مثلا کافی شاپ بزنیم مثلا یه چیز، ولی نشونه تنبلی طرف رفته کافی شاپ میخواد بره، آره اون چرا میخواد بره، چرا بره فلانی کافی شاپ زده، فلانی رستوران زده، خب دیده اشتباهی بود دیگه، ولی الان ببینید الان خیلی هم عالی، الان جز بهترین شغل هست، خیلی هم هستن که تحصیلاتشون رو داشتن بعد رفتن زدن، واقعا میدونی ارزش کافی شاپ رو مثال میزنی، خیلی از مهارت و خیلی از مشاغل حالا دونه دونه نمیخوایم بگیم، ولی راننده اتوبوس، نه آره دیگه، واقعا همه چی تخصصی، ما مردممون ماها تو کشورمون شغل ها رو یعنی احترام ها رو طبقه بندی میکنیم، در صورتی که در جوامع پیشرفته آقا میخوای دکتر باش، میخوای پروفسور باش، میخوای تحصیلات داشته باش نداشته باش مهم نیست، مهم اول خودتی، شغلت هم خب براشون جالبه، مثلا تو راننده اتوبوسی عالی، تو دکتری عالی، مهندسی عالی، ولی اصلا چیز خاصی نیستش، کسی درجه بندی نمیکنه، یعنی پادگان نیستش کسی جامعه که نسبت به درجه احترام بذارن، تو هر چیزی که دوست داری بخون نخون تخصصشو داشته باش،
حالا داره میره به اون سمت کم کم. اینجا خیلی عجیبه برای من که اینجوری هست که شغلا احترام زیادی نمیارن برای بعضی شغلا چه، ولی مثلا اینجوری نیست که یکی بگه من دکترم او دکتر عالی هم هست. چه وقتی اینا رو برده بودی بیا بیمارستانی، اولا که مثلا اون خانم خصوصی هم بیمارستان خصوصی گفتش که مسئول پذیرش بود، گفت برید طبقه اول علی آقا، مثلا نگفت دکتر مثلا فلانی، گفت برید پیش علی بی. بعد ما رفتیم طبقه اول، تابلوهای اتاق دکتر نگاه کردیم، اسم کدومشون، اسم کوچیک کدومشون علیه، و خب فهمیدیم که اونه. منتظر بیرون نشسته بودیم، دکتر تو اتاقش نبود تا دکتر بیرون. یک کسی اومد، باور کنید، حالا اصلا نمیخوام بی‌احترامی به هیچ شغلی، من فکر کردم از مثلا خدمه بیمارست اومد، رفت تو اتاق نشسته بودیم، بعد یهو دیدیم اومد صدا کرد و فهمیدیم که اونه دکتره. اصلا نه یه جستومی که دکترها تو ایران میگیرن، نه مثلا فکر کنه که باید احترام خاصی به دکتری، دکتر دیگه مثلا میوه فروشه، اون یکی مثلا حالا هر شغله. من هزار اینو گفتم دیگه، تو دانشگاه اونجا اصلا کسی اصلا استاد نمیدونه، اینجا میگه حتی حجام میگه استاد، جناب آقای مهندس، جناب آقای دکتر فلان، نه آقا حتی میگم به استاد کنی شایش میگه من به استاد کنی، حالا کاری ندارم دیگه، خیلی رفتم. آره ولی خالص منظور جنبندی این حرفایی که زدیم اینه که اگر یه وقتایی زندگی ایش که حالا من هی هلاکویی هلاکویی میگم، فکر نکنم حالا من عاشق شیفت دکتر هلاکویی هم، من از حرفای دکتر هلاکویی واقعا با خیلیش مخالفم، خیلیش هم ولی به نظرم جالب و قابل تفکر روش. میگفتش که ما آدما در روز 24 ساعت تایم داریم، 8 ساعتش که خب اجبار خوابیم، 8 ساعتش رو باید کار کنیم، برای کارم، برای این که بتونیم زندگی کنیم، که اون 8 ساعت بقیه‌اش، یعنی شما 8 ساعت در روز وقت دارید که هیچ کاری نکنید، وقت دارید که اون کاری رو بکنید که دوست دارید، مثلا همین سریال دیدن من، واقعا دوست دارم خب سریال نگاه کنم، یا حتی یه برنامه تو ترکیه تو یوتیوب پخش میده، میخوام اعتراف کنم از گیلتی پلیجرم برات، یه برنامه یه تقریبا الان دو ماه شروع شده، البته سیزنهای قبلی هم داشته من اونا رو ندیدم، اسمش هست قسمت اولور، یعنی اگه قسمت باشه میشه، از این برنامه های ریالیتی شوه که مثلا یه سری دختر و یه سری پسر توی خونه یعنی و اینا مثلا میخوان با هم آشنا بشن که اگه اصلا خوششون بیاد مثلا آخر به ازدواج و اینا خجده، یعنی اوج یه برنامه پوچ سطحیه به نظر من، واقعا هیچ ارزش افزوده‌ای نداره، ولی راستش بخواین از وقتی که این برنامه داره روزی هر روزم آپلود میشه، روزی 2 ساعت، 1.5 ساعت هر ویدیوشه و هر روزه، و از وقتی که این شروع شده من یه دونه قسمتش هم میز نگرد و همیشه همش احساس میکنم موقعی که دارم ویدیو رو میبینم همش میگم من دارم چی کار میکنم با زندگی، آخه این چیه، این چه برنامه شلویه، هم بسیار اینگه اون برنامه شلوه رو دارم نگام، ولی خب مثلا حالا اون تایم که دارم اونو میبینم دارم لذت میبرم دیگه، همین یعنی که یه ارزش افزوده برای من دارم اون تایممو دارم لذت میبرم، حالا اینکه از توی اون برنامه های من چیزی یاد میگیرم میگیرم دیگه مهم نیست، حالا این خوش شما هم خواستید بهش معتاد بشید تو باید زبان ترکی بلد بشید، آره مثل بیگ برادر اینا، ولی خب این دیگه خیلی شلو بله خوب من میبینم دیگه، ولی بازم به من هم میگید هم گم باز خوبه، ولی زبان خیلی خوبه، اگر که اینو میبینید اسمش، یعنی اگر خواستید ببینید زبان ترکی بلدی اسمش قسمت اولور عشقن گجوه، یعنی اگه قسمت باشه میشه قدرت عشق، از اسمش معلومه چه برمید، شما هم از گیلتی پلیجراتون بنویسید چون هر کسی داره، تو نداری؟ مثلا یه کاری که میکنی ولی یعنی خوشت میاد اما میدونی که کار خوبی نیست، همه دارن حالا باید شاید فکر کنی، شما فکر کنید برام بنویسید توی کامنت ها گیلتی پلیجرتون چیه، حالا که نمیشون بدی گفتم بنویسید جالب تو باغچه پیدا کنید چی سیامک از روی کتابه که اول ویدیو بهتون نشون دادم به بچه ها گفت بریم چیزای این سبد رو داده گفته چیزای جالب پیدا مثلا سنگ پیده، خب بدم نیست بیاید با اینا کلاژ درست کنیم، من بیشتر منزل رفت همسایه افتاده من بیشتر منزل برگ و
بهش اینا فکر کردن گفتی ببین آشغال جام باشه اینا خوبه باشه هم کنم چی بچا ویدیو رو میخوام کوتاه کوتاه کنم یه خورده راحت تر کنم که زود به زود تر ویدیو بزنیم. ولی بچا یه چیزی رو یادآوری کنم، لطفاً اگر که هر ویدیو رو دوست داشتید، من تو اینستاگرام قسم میخورم تا حالا به کسی نگفتم که لایک کنه، ولی واقعا یوتیوب الگوریتمش جوریه که لایک شما خیلی مهمه، سابسکرایب کردنتون به کانالمون خیلی مهمه. بنابراین این اجازه رو به خودم میدم که یه همچین چیزی ازتون بخوام. اگه تا اینجا ویدیو دیدید خیلی خیلی خوشحالمون کنید اگه یه لایک کوچیک بزنید، و اگر که سابسکرایب امروز زبون من خوب کار اگر که کانالمون رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید، تا بعد.